Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaikum. Şagirdai aziz, vaqt bekhair. Hoş geldiniz be durus online Shams London Academy. Ve Khuda kone daray sahhat kamil bashid. Ma Asadullah Baraki hastam ve mazmun kompyuter sinf 11 ra bartan tadris mikonam ve mavzui ki be sinf 11 intekhab shode barname Excel ast. Chizi ki zehnetan makhshush misaze ve mane yad girftan darstan mishe, o ra az peshtan dur besazin ta dars ra be shakl durustesh یاد بگیره. خب دوستای عزیز، حالا میایم یک معلومات در مورد اکسل پیدا میکنیم که اکسل یعنی چی؟ وقتی کمپانی مایکروسافت برنامه اکسل می سازه، هدف از ساختن یا دیزاین کردن برنامه اکسلی است که تا کارهای محاسبه، فایننس و یا حسابی ما را ساده بسازه. ما در برنامه ورد گفتیم که از برنامه ورد به خاطر نوشته کردن مجلات، راپور و یا کتاب استفاده میکنیم. اما برنامه اکسل برخلاف از اینا، ما در برنامه اکسل به خاطر دیزاین کردن مجلات و کتاب استفاده نمیشه. ما از برنامه اکسل به خاطر ساختن چارت ها، تیبل ها و یا به خاطر محاسبه کردن و حساب کردن از برنامه اکسل استفاده میکنیم. خب دوستای عزیز، این یک معلومات کلی در مورد برنامه اکسل بود که چرا کمپانی مایکروسافت ایره دیزاین میکنه. حالا میایم سر درس‌های عملی که ما چطور میتونیم برنامه اکسل باز بکنیم در کامپیوتر خود و چطور میتونیم که امی معلومات که دادیم در اینمی بخشا ما از برنامه اکسل استفاده بکنیم. طور مثال ما اکسل گفتیم به خاطر محاسبه کردن یا حساب کردن استفاده میشه. پس چگونه میتونیم که در بخش حساب یا محاسبه ما از استفاده بکنیم؟ یا طور مثال ما گفتیم که در بخش ساختن گراف ها یا چارت ها ما از استفاده میتونیم. پس چطور میتونیم که در برنامه اکسل ما یک گراف و یکم چارت بسازیم؟ حالا میایم سر درس های عملی خود و عملی کار میکنیم. از ابتدا شروع میکنیم تا آخر، تا شما هم آشنایی کامل با برنامه اکسل پیدا بکنید. میایم سر درس عملی. خب دوستان عزیز، حالا میایم سر برنامه اکسل درس های عملی را کار میکنیم. قسمی که در برنامه ورد ما گفته بودیم تا زمانی که ما سافت ویر آفیس انستال نکنیم از ورد استفاده کرده نمیتونیم. همون شکل تا زمانی که ما سافت ویر آفیس در کامپیوتر خود انستال نکنیم از اکسل هم استفاده کرده نمیتونیم. پس به خاطر باز کردن برنامه اکسل در کامپیوتر نیاز به این است که ما آفیس در کامپیوتر خود در ابتدا باید انستال بکنیم، بعد ما میتونیم از این برنامه استفاده بکنیم. قسمی که من در اول هم گفتم که اکسل یک بخش از برنامه آفیس است، پس در ابتدا شرط است تا ما آفیس در کامپیوتر خود داشته باشیم. بعد از اینکه ما آفیس در کامپیوتر خود انستال میکنیم، مثل که برنامه ورد در صنف 10 براتون گفته بودیم که چگونه میتونیم باز بکنیم، عین شکل ما میتونیم برنامه اکسل هم به اونمو طریقه ها باز بکنیم. اما در برنامه اکسل به خاطر باز کردنش درن ما اکسل باید نوشته بکنیم. ما در ورد نوشته میکردیم وین ورد، اما در اکسل باید چی نوشته بکنیم؟ اکسل. میریم رن باز میکنیم، درن نوشته میکنیم اکسل، بعد انتر میزنیم یا بالای اوکی کلیک میکنیم. قسمی که شما دوستای عزیز در تصویرم مشاهده میکنین، برنامه اکسل چی میشه بر ما؟ باز میشه. خب حالا دوستای عزیز، تا ای که برنامه اکسل روی اسکرین باز میشه، باز شد. برنامه اکسل هم عین برنامه ورد دو بخش داره. یک بخش برنامه اکسل هم وقتی که ما در ابتدا صفحه را باز میکنیم، بخش ریسنت چی میکنه؟ تشکیل میده. ریسنت یعنی امو حالتهایی را بر ما نشان میده که ما یک بار امو داکومنت های امو ورکبوک ها چی شده باشه؟ باز شده باشه. و بخش دیگه برنامه اکسل بر ما چی را نشان میده؟ بر ما امو ورکبوک هایی را که کمپانی مایکروسافت از قبل دیزاین کرده اونا را نشان میده. طور مثال ما میخواییم که یک چی ایجاد بکنیم؟ یک حالت از این ورکبوک هایی که توسط کمپانی مایکروسافت ایجاد شده، یکی از اینا را انتخاب بکنیم، بالاش دبل کلیک بکنین، میتونین شما او را به اختیار خودتان ادیت بکنین، نامایش تغییر بدین، متنایش تغییر بدین. یعنی جلوگیری از چی میکنه بر ما؟ جلوگیری از ضایع وقت میکنه. مثلا ما میتونیم که چیزایی که اینجا دیزاین شدگی است هر کدام خواسته باشیم، میتونیم از چی بکنیم؟ استفاده بکنیم. بر علاوه از اینا دوستای عزیز، ما میتونیم
سرچ هم بکنیم از قسمت خود امو سایت آفیس که از قبل چیزایی را که ساختن اگر خواسته باشیم از اونا استفاده بکنیم میشه. به این قسمت برین چینا سرچ در این قسمت بالا شما دوست عزیز تصویر میبینین در او هر نوع ورکبوک خواسته باشین چارت باشه یا تیبل باشه استفاده بکنین برین اونجا سرچ بکنین کمپانی مایکروسافت اگر او یک چیز ساخته بود میشه که شما از او بازچی بکنین مستفید شوین یا استفاده بکنین. خب دوستای عزیز حالا ما میخواییم صفحه اکسل باز بکنیم و خود ما طرح و دیزاین کردن یک تیبل و یا استفاده کردن اکسل من حیث یک صفحه به خاطر محاسبه و حساب کردن استفاده شوه خود ما میریم یک بلانک ورکبوک باز میکنیم و داخل از او کار میکنیم تمام آپشن ها و تب هایی که در وجود داره تمامش به ترتیب میخوانیم. دوستای عزیز حالا برین به بالای چیک دابل کلیک بکنین بلانک ورکبوک یک دابل کلیک میکنیم ما همی متوجه باشین که صفحه خود چی باز میشه بر ما صفحه اکسل باز میشه. صفحه اکسلش قسمی که شما در تصویر میبینین مثل صفحه ورد نیست. صفحه ورد یک صفحه سفید بود ما در اون میتونستیم تایپ بکنیم اما صفحه اکسل به شکل گراف ایجاد شده به شکل که تشکیل دهنده صفحه اکسل رو و کالم است به این شکل است. ببینین خود صفحه اکسل دوستای عزیز اینی ورکبوک را که ما میبینیم یا مثلا سپریت شیت برش میگن اینمی از چی تشکیل شده؟ از رو و یا کالم. این حالت را که من سلکت کردم اینی حالت به نام چی یاد میکنن؟ به نام کالم یاد میکنن و تقریبا تعداد کالم ها در یک اینی سپریت شیت یا در یک شیتی که ما قرار داریم بیشتر از 100 دانه یا بیشتر از 200 دانه است. به می ترتیب کالما توسط حروف ABC یا الفبا نامگذاری شده. هر کالم شما میبینین دوستای عزیز کالم ABCD به می ترتیب تا آخر وقتی که باز ABC تمام میشه مثلا تا زید میرسه بعد از او AA میایه AB AC AD به می ترتیب تا داخر میرسیم. خب حال دوستای عزیز ما اگر بخوایم آخر امید تعداد کالما را ببینیم پس راه حل چی است؟ چگونه میتونیم که داخل بریم؟ اگر من پرس بگیرم اروکی را ببینین به این شکل حرکت کردن میره. اگر بخوایم با آخرش برم راه سادهش ای است که کنترل در کیبوردتان پرس بگیرین بعد اروکی را که سمت راست از ایره پرس بکنین مستقیم به کجا بر ما میبریم؟ ببینین دوستای عزیز در آخر مصفحه کالم برمایم بره یعنی تعداد کالم ها آخریش نامش چیزی که شما در تصویر میبینین که به نام XFDS ای آخرین کالم ما است. خوب دوستای عزیز ای بود کالم. حالا ما گفتیم قبلا که یک سپریت شیت از چی ساخته شده؟ از کالم رو و سل. خدا کنه در کالم چیز مشکل نباشه. حالا ما رو را برتان میگیم که رو چی است؟ این حالت را که من سلکت میکنم در تصویر اینی حالت به نام چی یاد میکنن؟ به نام روح یاد میکنن. کالم ستون و رو هم حالت را که من انتخاب کردیم. کالم توسط حروف نامگذاری شده بود قبلا یادآور شده اما رو توسط اعداد نامگذاری میشه. به خاطر پیدا کردن آخرین رو عین کاری که در کالم انجام دادیم در رو هم انجام میتیم. میرین چی میکنین؟ کنترول پرس میگیرین اروکیه که طرف پایان است پرس میکنین بعد در آخرین چی میبریتان؟ در آخرین کالم ما و شما را میبره. حالا اگر خواسته باشیم تعداد کالم ها و روها را پیدا بکنیم باید از فنکشن یا فرمول استفاده بکنیم. دوست عزیز ای همو صفحه سپریت شیت است و سل چی را میگه؟ سل هر خانه را که ما و شما میبینیم هر خانه را به نام چی یاد میکنه؟ به نام سل یاد میکنه. یعنی یک سپریت شیت از چی تشکیل شده؟ از رو، کالم و سل. کالم توسط حروف نامگذاری شده و رو توسط اعداد نامگذاری شده. پس وقتی که رو هم نام داشت کالم هم حالا هر سل هم از خود یک نام داره. چطور میتونیم که نام سل پیدا بکنیم؟ ما گفتیم که کالم توسط حروف، رو توسط اعداد. ترکیب نام رو و کالم نام هم سل است و در قسمت خود اسکرین اکسل هم وقتی که ما شما ببینیم نیم باکس وجود داره. ببینید من با پوینتر برتان نشان میتونم در
کدام قسمت به نام نیم باکس میگه. در ابتدا میریم اینی حالت به نام چی یاد میکنن؟ به نام نیم باکس یاد میکنن. دوست عزیز ببینید من در قسمت هر سلی که کلک میکنم بر من در نیم باکس چی میکنه؟ عمو نامش نشان میده. ترکیب رو کالمه. در کالم کدام قرار داریم و در روی کدام قرار داریم. ترکیب از این دو تا نام سل میشه. ببینید فعلا من در اینجا قرار داره G9. G9 یعنی کالم G و روح 9. خب دوست عزیز این بود یک معرفی در مورد خود سپریدشیت که از چی تشکیل شده و اینی قسمت هم براتون گفتیم که به نام چی یاد میکنه؟ به نام نیم باکس یاد میکنه. پهلوی نیم باکس به نام فرمولا بار یاد میشه. مثلا اگر من کدام فرمول در قسمت همین صفحه سپریدشیت کار میکنم اونمو فرمول بر ما چی میکنه؟ نشان میده. طور مثال من میخوام تعداد چی را پیدا بکنم؟ تعداد کالما را که در یک شیت ما چند تا کالم وجود داره. پس به خاطر پیدا کردن از این رای ساده شی است که ما از فرمول باید استفاده بکنیم. فرمول نشته میکنیم مساوی کالم داخلش یک قسم میتیم کالمز قوس باز یک دو نقطه باز یک قوس دوباره پس بسته انتر میکنیم. حالا ببینید تعداد کالما را بر ما چی میکنه؟ نشان میده که تقریبا 16384 کالم در یک صفحه یا در یک شیت ما قرار داره. حالا اصل هدف ما چی است که فرمولا بار را براتون تشریح بکنیم که گفتم فرمولا بار بر ما چی را نشان میده؟ هر جایی که فرمول کار شده بود اما فرمول در قسمت فرمولا بار بر ما نشان میده. بیاین به این قسمت کلیک بکنین بر ما چی میکنه؟ در قسمت فرمولا بار نشان میده که نمی عدد از کجا پیدا شد؟ از چی است؟ از فرمول نشته است مساوی کالمز قوس باز یک دو نقطه یک قوس بسته انتر شده و این عدد بر ما چی کرده؟ نمایش داده. حالا اگر خواسته باشیم تعداد روها را پیدا بکنیم باز چی میکنیم؟ یک طریقهش بود که کنترل پرس میگفتیم اروکی که طرف پایان از سوره میزدیم و داخلین که میبرد اونجا ما تعدادش هم میتونستیم و همچنان ما به خاطر پیدا کردن تعداد روها میتونیم از فرمول هم یا از فنکشن هم استفاده بکنیم. میریم نوشته میکنیم که به خاطر پیدا کردن تعداد روها مساوی روز قوس باز A دو نقطه A قوس بسته انتر. تعداد روها چند است؟ 148576 دانه رو ما در یک سپریدشیت داریم. خوبی دوست عزیز معرفی در مورد فرمولا بار بوده یک قسمت. قسمت تپ یا ریبون هایی که در وجود داره معمولا بعض چیزهایش مثل برنامه ورد است که ما دانه دانه هر کدام از اینا را کار میکنیم انشالله و ناگفته نمانه که در یک برنامه ورکبوک ما تقریبا به تعداد 255 شیت میتونیم داشته باشیم. در قسمت پایان شما دوستای عزیز مشاهده بکنین که چی نوشته است؟ شیت نوشته است و مثبته که در پهلوی از این وجود داره. اگر ما بالا از او هر بار که کلک میکنم و با هر بار کلک کردن یک شیت بر ما چی میکنه؟ اضافه کرده میره. اگر ما به شکل عمومی اگر بخوایم پیدا بکنم که در یک صفحه اکسل ما چند شیت میتونم داشته باشم پس به خاطر انجام دادن از این کار چی میکنیم؟ برین در قسمت فایل. وقتی در قسمت فایل میرین اینجا بر ما چی میکنه؟ چی داریم به نام آپشنز. بالا از این بین کلیک بکنین برین در جنرال. ما داریم انکلود دیز منی شیت. اینجا فعلا یک دانه است. در صفحه ما وقتی که ما میبینیم چند شیت قرار داره؟ یک شیت قرار داره. وقتی بخوایم تعدادش زیادتر بسازیم مثلا دو میسازیم بیاین بالا اوکی کلیک بکنین تعداد شیت ها اینجا چند تا میشه؟ دو تا. حالا بیاین اگر بخوایم که تعدادش بفهمیم که در مجموعی چند دانه است در اون صورت بیاین یک بار نوشته بکنین میگم 300 دانه شیت داشته باشم. اینجا بر ما مسج میده که شما از 255 دانه شیت بیشتر ایجاد کرده نمیتونه. یعنی ما از اینجا باید این نتیجه را بگیریم که در یک صفحه سپرید شیت از 255 شیت اضافه تر استفاده کرده نمیتونیم. خب دوستان عزیز چیزایی که در برنامه اکسل در صفحه در محیط صفحه اکسل براتون نو بود، چرا در ورد با بعضی چیزا آشنایی پیدا کردین. وقتی که در اکسل میایم چیزایی که نو بود اونا را براتون واضح ساختم. مثلا رو بود، کالم بود، سل بود،
نیم باکس بود و فرمولا بار بود و شیت بود. این 6 چیز براتون چی ساختیم؟ واضح ساختیم. و درسای عملی را روز بعد بخیر شروع میکنیم از امو تب و هم و بالاخره تا هر جایی که خلاص شد. خب شاگرده عزیزی بود درس ما، خدا کنه یاد گرفته باشین و کار خانگی تا نمی که شما یک شیط جور بکنین، مکتب ها کشرو شد انشاءالله. من او را از پیشتان حتما میخوایم و میبینم و متوجه صحتتان باشین، روزانه دستایتان چندین بار بشوین تا از این مرض دور بمانین. و اگر کتاب قرطاسی ضرورت دارین دوستای عزیز، از خانه بیرون نرین، با ما به تماس شوین، ما درب منزلتان آزارش میسازیم. و همچنان صفحات اجتماعی ما را لایک و شیر بکنین، چنل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین و اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقاد داشتین با ما در کامنت شریک بسازین، ما جواب خواهیم داد. خدا حافظتان.